جیگر تلا سلام، شیطون ملا سلام. مورف بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم در رتیکولیتد پایتن، مورف پلاتینیومه. میبینید رنگاش چقدر خوشگله، یه خورده از نرمال روشنتر شده، برای همین بهش میگن پلاتینیوم. وقتی که این پلاتینیوم رو با یه پلاتینیوم دیگه جفت بزنید، بچه هاشون میشن بلو آی لوی سیستیک. ولی سوپر پلاتینیوم معمولاً یه نقص ژنتیکی داره تو دستگاه گوارشش، برای همین میگن این کارو نکنید بهتره. یعنی سوپر فرم پلاتینیوم رو درست نکنید بهتره. خیلی‌هاشون هم اصلا اوکی ان و هیچ مشکلی ندارن، فقط اگه سوپر پلاتینیوم رو می‌خواید تهیه بکنید، باید یه چیزی مد نظرتون باشه که به اینا طعمه‌های کوچیک بدید تا یه ذره سایز بگیرن و بعد اون مشکله دیگه از بین میره. اشتباهی که خیلی ها میکنن در مورد سوپر پلاتینیوم که همون مار سفید با چشمای آبیه یا بلو آی لوسیستیکه، بهشون زیاد غذا میدن با حجم زیاد که این باعث مشکل توی دستگاه گوارششون میشه. این یه مورف نیمه غالب یا همون کودامیننته که اگه با یه مار نرمال جفت بزنید اینو، 50% بچه ها میشن پلاتینیوم. اگه با یه پلاتینیوم دیگه بزنید بهتون بلو آی لوی سیستیک میده. رنگ چشماشون از اون نارنجی رنگ نرمال یه خورده تیره تر میشه، میبینید، و به نظر من رنگاشون فوق العاده است. همین تک مورفش خیلی عالیه. این مورف در کنار گلدن چاید یا موتلی و موکا یا کاپوچینو اینا و آلباینو چیزای خیلی قشنگی میده. مرسی که تماشا کردید. با مورف بعدی میبینمتون.